مالتیپل رو هم اضافه بکنم خیلی سخت نیست. خب مالتیپل هم نیاز داره به یه آرایه، چرا به ازای هر درس بیاد مالتیپلش هم ضربش هم مشخص بشه دیگه، زیاد سخت نیست. من اسمش رو میذارم مالتیپل. خب خیلی راحت هم میبینید شده نسبت به قبل که ما میومدیم چیکار میکردیم، میومدیم مثلا هی متغیر تعریف میکردیم، برای اینجا فقط یه متغیر داریم تعریف میکنم و یه ترفند خیلی ساده داریم حلش میکنیم. خب مالتیپل ها از نوع اینت و اسمش رو هم میذارم مالتیپل و من میگم نیو اینت. خب دیگه به اینجا مشخصه بعد چی بذارید، کانت. چرا کانت؟ به ازای هر درس بعد یه ضریب هم داره دیگه مشخصه. و میام اینجا برمیگردم میگم که SOUT پلیز مثلا اینتر مثلا مالتیپل مثلا کورس، بیا این کورس هم برای ما مشخص کن که ضریبش چنده. و در نتیجه مالتیپل آیوم مقدار صفرمش به طور مثال مثلا میام اینجا اینپوت و نکست اینت رو قرار بدم به این شکل هم سمیکالنش رو بزنیم. خب بریم اینجا و خب دونه دونه میگیره و در نتیجه من دیگه باید اینجا حواسم باشه دیگه، هر نام رو باید زبرش چی بکنم، ضرب در مالتیپل مقدار آیوم، یعنی هر نمره بیاد ضرب در ضریبش بشه و در نهایت بیاد برای ما حواسمون باشه. میتونیم اینجا به علاوه نام آی بکنیم و بعد بیایم اینجا مثلا برگردم من اینجا بگم مثلا اند مال تیپل کورس مثلا اینجا می قرار بدیم مثلا مال تیپل مقدار آی. خب هم نمره درس رو بگه، اسم درس رو بگه، هم نمره درس رو، هم ضریبش رو و در نهایت ضریبش رو هم باز ضرب بکنه تو نام و در نهایت به ما اوریج واقعی رو بده، اوریج واقعی رو ازش تحقیق بگیریم. بیایم اینجا شیفت آلت اف 10 رو بزنیم و برامون آب خوردن خروجی رو تحقیق بدیم. بیایم من برگردم بگم 5 درس دارم، اسم در واقع نمره اولی میگم 15، اسمش همون ریاضی ضریبش 3، درس بعدی میگم مدار نمره بعد عدد میدادم به خاطر همین انداختم چرا شما عدد دادم. اینجا میتونیم از ترای کش اینا هم استفاده بکنیم که هنوز نگفتم ترای کش اینا. خب دوباره میزنم اونا به مرور زمان در واقع میام ازش استفاده کنم و اینجا برمیگردم میگم که میتونستیم اینجا ایف بذاریم دیگه، به طور مثال اگه من اینجوری اومدم دادم مقدار رو میام مثلا ایف اگر این مقداری که داره داده میشه عددی نباشه مثلا بیا دوباره ازش بخواد که این رو عدد بده، اینا رو میشه انجام داد حالا به مرور زمان. من اینجا برمیگردم میگم که مثلا پلیز اینتر کانت سیود من میگم 5 تا، میگه که بیا نمره اول رو عدد اول رو وارد کن، من برمیگردم میگم 15، میگه درسش در واقع نیمش میگم که ریاضی و میگه که ضریبش میگم 3، میگه عددش رو وارد کن نمرهش رو وارد کن، من برمیگردم میگم شده مثلا 18، اسمش مدار و ضریبش 3، میاد میگه درس بعدی رو نمرش رو وارد کن، فرض کن میزنم 20، اسمش از ورزش و در واقع ضریبش 1، دیگه درس بعدی میگیم فیزیک ببخشید نمرش میگم شده مثلا 16، اسمش ازش فیزیک و 3 واحد. خب نمره بعدی میگم مثلا شده 17، درسش ازش معارف عمره، من هیچ وقت همچین نمره نگرفتم و ضریبش میگم 2 و بعد تمامش میکنه برام. خب میبینید که اومد و داره دونه دونه میگه بهمون این مثلا ضریبش 3، ضریبش 3 نمره 18 ریاضی و میبینید که اینجا قرار داد و در نهایت سامش رو داد و اومد نام در واقع نام تقسیم برای نام لنس کرد. خب معدل اشتباه چرا؟ خب اشتباه کردیم دیگه، اینجا باید نام لنس رو تعداد رو ضرب در چیکار میکردیم اینجا ها باید میاد ناکن الان اشتباه چیه در واقع ما نتونستیم بیان بگیم تقسیم برای چی بشه، اینجا باید یه مقدار رو داشته باشیم که ضرایب رو جمع بکنه. خب من باید یه دونه مقداری رو درست بکنم که بیاد برای من ضرایب رو هم جمع بکنه. خب من یادم رفت این کار بکنم، میام میگم اینت مثلا سام مال تیپل
خب مساوی صفر قرار میدم و اینجا در نهایت برمیگردم میگم سام مالتیپل بله مساوی در واقع مالتیپل مقدار آیه، یعنی دونه دونه بیا اینها رو ضربش رو جمع کن و در نتیجه تقسیم بر چی کن سام مالتیپل. من حواسم نبود تهش. خب حالا شیفت آلت و F10 رو میزنیم دوباره این مسیر رو میریم. من برمیگردم مثلا درس کمتر میزنم فقط اونم عرض شدم سه تا درس دارم. درس اولم هستش مثلا نمرش هستش مثلا 18 اسمش هست A و ضریبش 3 همه درس سه واحدیه. این نمره مثلا هستش 17 اسمش هست B و نمرش مثلا هست ضریبش هستش 3. درس سوم مثلا هستش نمرش 14 پوینت نمرش درسش هستش مثلا F و ضریبش 3. الان میبینید ضرایب 3 و در نتیجه معدلش او چند 16 و 33 خب الان کاملا درست عمل کردش. خب اینم به این شکل اومدیم پیاده سازیش کردیم. خب بریم مثال بعدی.